پور محمدی، ماجرای آقای فردوسی پور چی بود؟ آقای فردوسی پور اشتباهش این بود که این برنامه رو سیاسی کرد، یه جایی بنظرم از دایره انصاف میداد بیرون. که درباره این خب یه مثالای وجود داره، یه چیزی وجود داره که مثلا به اون نمونه، یه کسی حالا توی دهاتی یه شهری اومده تو زمین چمن گوسفندی رو چرونده. عکسو یادمه. حالا این چرونده این عقلش این یه آدم اومد گفت آقا اینجا توی زمین چمن گوسفندی رو بچرونی این چمنا بهتر در میاد. یه تفکر دیگه خود. حالا این خلاف کرده، بعد کرده، چند دقیقه بعد ما در این موضوع حرف بزنیم؟ چند دقیقه؟ یعنی این ارزش این عکس ارسالی بیننده تخلف چقدره؟ 45 دقیقه زیاده. این 45 دقیقه رفته بود. نه ولی بعد نشه. پدر میام یعنی رودگاری اون آدم سیاه شد. یا ما الان ساعت 1 بامداد دیگه آقای درباره آقای کفاشیان حرف می‌زنیم. آقای کفاشیان که نو خوابه. نه نو شب خوابه. حالا میرن همسایه آقای کفاشیان الان بلند شید دارن تو برنامه 90 دوباره شما رو بدن جوابشون بدید. آقای کفاشیان میارن پشت خط ساعت 1:02 بامداد تا میخوان حرف بدن. آقا ما وقت ما نداریم دیگه، برو پیدا کن. آقای فردوسی پور شب ولایت حضرت زهرا علیه السلام پیران مشی بوجیده بود که چرا؟ چون آقای حجازی، ناصر حجازی مرحوم شد. ولی آقای ناصر حجازی آدم مهمیه، بالاخره جز چهره های برجسته فوتبال و ورزش ایرانه و قابل احترامه. اما وقتی ما آقای ناصر حجازی یا بقیه بزرگان فوتبال بیاریم کنار هم، بذاریم کنار در کنار حضرت زهرا علیه السلام، نمیتونیم بگیم که آقا این در اینا اون ایشون رو داریم کنار، یه اینا مهمتر هم هستیم. که یه فهرست داره و اینا رو هم انبار رو هم انباشته میشه. خب چرا گذاشید انباشته بشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون چون گوش خوب خیلی نمیداد دیگه، به حال نمیداد، به حال دلیل گوش نداد دیگه. در دوره آقای زرقامی خب چند بار آقای زرقامی خیز برشن که برنامه نباید تعطیل بشه. حتی به ما گفتن آقا امشب یه فیلم سینما شما آماده کنید، امشب ما نهاد ندارید. دو مرتبه 2 ساعت مونده به برنامه یا 3 ساعت مونده گفتن نه همون نباید پخش کنید. دلیل خاصی هم می آورد آقای زرقامی به اینکه نداشته باشه. اصلا بیارن ایشون تو چارچوب دیگه. بله این چهدار مورد انجام شد در زمان آقای سرافراز هم. ایشون بعد از عید گفتن تو اردیبهشت که برنامه نباید تعطیل بکنید. این تقریباً یک سال بود بیشتر که مدیر تلویزیون بودن، که در دوره ایشون هم خب محدودیت های دیگه توی روی برنامه انجام شد. من گفتم اجازه بدن تو ماه خرداد این برنامه این فصلش تموم میشه، ما دیگه تعطیل میشیم برنامه. که دیگه به عمر مدیریت آقای سرافراز چکاپ نداد، ایشون مثلا تو همون چند وقت باش ایشون رفتن. در دوره آقای علی عسکری هم خب همین کرکلا و این بحث ها ادامه داشت و کلا سازمان از عملکردشون راضی نبود تا خورد به دوره آقای فروغی دیگه. بله یه در دوره آقای فروغی بین ایشون آقای فروغی این اختلافات و دعوا بالا گرفت که منجر میشد که آقای فروغی برنامه تعطیل کنه. تصمیم رسما تصمیم خودش بود یا نه؟ نه تصمیم سازمان بود، تصمیم آقای فروغی نبود. این نبود. این هم خب این هم این سابقه چندی ساله داشت که برنامه قرار بود تعطیل بشه. این قرار خورد به نام آقای فروغی. یعنی این شاید در دوره من هم بود یه دوم میخورد. ولی اگه من بودم به هر حال شاید یه جوری با آقای فردوسی پور کنار میمدم. آقا اگه میخوای کار کنی باید مثل آدم بشینی، این کار رو نکنی، تایم زمان برنامه اینه، این آیتم اینه، اون اگه قبول میکنی ادامه میدادیم، قبول نمیگه خب ادامه نمیدادیم. ولی با آقای فروغی خود به کلکل هم افتادن دیگه. یعنی یه بهانه های درست شد که برنامه تعطیل بشه دیگه.
الان تو جامعه ما مثلا میان کاسه کودهار سر آقای فروغی میشکنن. خب این بی‌انصافیه، یه تصمیم فرافروغیه اینجا.